خدا اینجاست میان ما ولی نمیماند میان ما. درود بر همه شما همراهان، رضا ابراهیمی هستم با یک کلیپ آموزشی دیگه در رابطه با محیط نگاری در خدمت شما. این کلیپ رو اختصاص دادم به گویهای سنگی بزرگ یا به نوعی سنگ مسافت. امیدوارم که این مطلب مفید فایده واقع بشه و بعد از شنیدن دوستان گرامی حمایتمون بفرمایید با لایک و سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین. دوستان گرامی، ما همیشه صحبت از راه مال رو داشتیم، صحبت از راه مال رو که در اصل راه اسب رو هست که ما به اون میگیم راه مال رو. ما راه مال رو داریم، همیشه راه های مال رو وجود دارن، اما در مجاورت راه مال رو دوستان گرامی معمولا ما راهی رو داریم که بهش میگن راه کالسگرو که در مجاورت راه مال رو قرار گرفته و همونطور که از اسمش پیداست بهش میگن راه کالسگرو، راهی هست که برای عبور و مرور کالسکه تعبیه شده و راه تمیزتر مرتبتر از راه مال رو هست. دوستان گرامی، ما گویهای سنگی داریم که این گویهای سنگی بسیار بسیار مهمن و در برخی از موارد این گویهای سنگی برای بارگذاری هم استفاده شده. اما وقتی ما راه مالرو رو داشتیم، در مجاورت راه مالرو ما راه کالسکرو رو داشتیم، مطمئناً در هر مسافت خاصی، مثلا عرض میکنم در هر 100 متر یک گوی سنگی، 100 متر یک گوی سنگی، 100 متر یک گوی سنگی، در یک فواصل مشخصی شما گویهای سنگی رو در اطراف راه کالسکرو میبینید. این گویهای سنگی دوستان گرامی صرفا در طول مسیر میاد برای مسافت راه، برای تعیین مسافت. مثل الانی که شما از جاده تشریف میبرید، مثلا نوشتن شیراز 50 کیلومتر، دوباره میرید نوشتن شیراز 40 کیلومتر، دوباره تشریف میبرید نوشتن شیراز 30 کیلومتر، شیراز 20 کیلومتر، اصفهان 10 کیلومتر. این سنگ ها هم دقیقا همون حالت تابلوهایی رو داره که به شما اعلام میکنه که ما تا مقصدمون چند فرسخ مونده. پس این گویهای سنگی در مجاورت راه کالسکرو ربطی به بار و بارگذاری نداره و صرفا برای تعیین مسافت هست. دوستان گرامی، این سنگ ها رو تخریب نکنید، چیزی در دل این سنگ ها هم نیست، زیر اون سنگ ها هم هیچی نداره. ببینید، لذتش رو ببرید و بگذرید. سپاس از شما که حمایتمون میکنید با لایکتون و با سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. بدرود.